سرخط خبر ده. پاسخ حکومت به درخواست طالبان برای رهایی زندانیان. اجندای گفتگوها در دوحه همه چیز را مشخص میکند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که در حال حاضر در دوحه با طالبان روی اجندا کار میکنند، منتظر نتایج اونها باشیم. درس مکتب در مسجد، طرحی که پیش از اجرا شدن در فضای مجازی سرکوب شد. برخی ها این تصمیم وزارت معارف را دور از منطق می دانند. شاید یک بحث سیاسی باشد تا یک بحث تخنیکی باشد و کودک افغان چی تاثیر می کند. آمارهای باور نکردنی اداره احصای و معلومات. نرخ فقر و بیکاری نسبت به سال پار کاهش یافته است. میزان فقر در سال 1399 سالی که ما قرار داریم 47.3% است. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما. حکومت افغانستان میگوید که خواست طالبان مبنی بر رهایی 7000 زندانی این گروه پیش از وقت است و باید منتظر بود که هیئت‌ها در پیوند و تعیین اجندا به چه نتیجه میرسند. سخنگوی ریاست جمهوری تاکید میکند که طالبان خواستهای زیاد مطرح میکنند، اما به تنها خواست مردم که برقراری آتش بس است تمکین نمیکنند. شمار از شهروندان کشور میگویند زندانیان طالبان نباید بدون ضمانت قوی آزاد شوند، چون پس از رهایی دوباره به میدان جنگ میروند. امان فرهنگ جزئیات میدهد. جنگ و درگیری او را از خانه و کاشانه اش آواره کرده است. باشنده ولسوالی دهراوت یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های اروزگان است. آموزگار بوده، اما میگوید تمامی نهادهای آموزشی در دهراوت بسته شده و خودش هم برای زنده ماندن با خانواده‌اش به قندهار پناه برده است. حالا که طالبان خواهان رهایی 7000 زندانی دیگر شدند، او را بیشتر نگران کرده است. دستی دغدغه دلایل خوش است که دغدغه زندانیان دغدغه طالبان زندانیان بیاد جنگ تا بیاونه گزیر لکه تیر دوره لکه مرت شهیدان دیگه سنی شهیدان که دغدغه تیر ونجه من زره ولی لاس و در طول ولاره جنگ تا اجی ول سوالی سر کسی علمان که جنگونه جروزگان که جنگونه اگه جنوبی زن که طول که جنگونه دی واقعیت سوال نگواری یا سوال گوش سلای نو دی بیاش پنج زره زندانیان ولی لکه دی باید دوکمه سر گوشتن من نجوا و اربان جکری وای نه چی بیاد دی ولاره د جنگ د ګرته مخه کړل 5000 زندانیان حکومت لکړه د پریلمن عمله وکړه روزګان عمله وکړه ولسوالی سکوت کړل. هرچند کمیته مشترک دو طرف در دوحه 3 روز می شود که کار روی تعیین اجندا را آغاز کرده. جزئیاتی از نشست های این کمیته به بیرون داده نشده است. دیروز سرپرست سفارت آمریکا در کابل گفت که طالبان انتظار دارد که در پیوند به رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه تا دست کم 2 هفته دیگر پیشرفتی به میان آید. آزادی زندانیان طالب، 7000 زندانی که طالبان مطالبه کردن ایجاب میکند باید همراه با ضمانت‌های معتبر بین المللی یا سازمان ملل متحد یا ایالات متحده آمریکا همراه باشد. هرچند ریاست جمهوری در این مورد موقف روشنی اختیار نمی‌کند، تاکید دارد که باید منتظر بود هیئت‌ها در دوحه در پیوند با تعیین آجندا به چه نتیجه‌ای دست می‌یابند. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید طالبان خواستهای زیادی مطرح میکنند، اما به خواست مردم توجه نمیکنند. باید منتظر بود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که در حال حاضر در دوحه با طالبان روی اجندا کار میکنه، منتظر نتایج اونا باشیم. ما هنوز اون مرحله اساسی که باید اجندا مورد تایید هر دو طرف قرار بگیره و مذاکرات شروع شوه و دیده شوه که در او کدام مسائل مطرح میشه. برخی ها هم تاکید دارند که دو طرف نه اراده به صلح دارند و نه هم اعتمادی به هم دیگر. از همین رو تنها به خواست های خود تاکید دارند. طالب سر دولت اعتماد نمی کنه، دولت سر طالب اعتماد نمی کنه، دولت در صدد عزیز که به طرف خود مپاد بکنه، طالب به صدد عزیز که به طرف خود اعتماد بکنه مپاد بکنه. بحث رهایی زندانیان گروه طالبان همواره یکی از چالش‌های جدی در روند سال افغانستان بوده، چنان که بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه 5000 زندانی این گروه باید پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان آزاد می‌شد، اما مخالفت حکومت افغانستان سبب شد که این گفتگوها با ماه‌ها به تأخیر آغاز شود. امان فرهنگ، تلویزیون 1، کابل.
یافته های نشریه اطلاعات روز نشان میدهد که صدها میلیون افغانی از کد 91 در سال 1398 به هدف خریداری و کرایه خانه، موترهای زیرهی، خرچ دسترخوان، معاش امتیازی و مصرف های جانبی مقام های دولتی و افراد بیرون از دولت پرداخته شده است. از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان دریافته که در دوره حکومت وحدت ملی 148 میلیارد افغانی بیشتر از مجموع کدهای احتیاط در نظر گرفته شده که به گفته این نهاد نشان دهنده بهره‌گیری سیاسی و اداره افراد سیاسی با پول از سوی رهبری حکومت بوده است. ریاست جمهوری تمامی این گزارش ها را رد کرده و آن را مغرضانه و تلاش برای ترور شخصیت ها می داند. روزنامه اطلاعات روز در گزارش چگونگی مصرف کد اختیاری 91 از سوی رئیس جمهوری و رئیس اجرایی در سال 98 را همگانی ساخته است. بر بنیاد یافته های این روزنامه، بخش عمده از بودجه کد 91 پالیسی در سال 98 غیر اصولی و به اهداف شخصی مصرف شده است. این یافته ها نشان می دهد که صدها میلیون افغانی از کد 91 پالیسی به اهداف خریداری و کرایه خانه، موتر زرهی، آپارتمان، خرید تکت پرواز، هزینه درمان افراد، تأمین معیشت و تسهیلات خانواده ها، مصرف های جانبی سفر مقام ها و افراد، معاش امتیازی، معاش بست های اضافی، خرچ دسترخوان، هزینه مراسم حزبی، کمک های نقدی و تشویقی به گروه های از افراد، مقام های دولتی و اشخاص بیرون از دولت پرداخت شده است. بر بنیاد یافته های اطلاعات روز، از پول های کد 91 ده ها فرد به شمول مشاوران رئیس جمهوری، کارمندان دولت، سفیران، شماری از خانواده ها و افراد بیرون از دولت به گونه مستقل یا مشترک به اهداف مشخص و غیر مشخص مستفید شدند. در فهرست 15 نفری با 123 میلیون افغانی مصرف که اطلاعات روز منتشر کرده، دفتر وحید عمر مشاور رئیس جمهوری در مجموع بیش از 30 میلیون افغانی، محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهوری در مجموع بیش از 13 میلیون و 500 هزار افغانی و فضل محمود فضلی مشاور پیشین رئیس جمهوری و رئیس کنونی اداره امور ریاست جمهوری در مجموع بیش از 12 میلیون و 900 هزار افغانی را به گونه مستقل برای هدف‌های همچون کرایه خانه و موتر زرهی، معاش، امتیاز کارکنان و خرچ دسترخوان دریافت کردند. مبالغ موجود در کد 91 به خاطر استفاده در حالات غیر مترقبه و حالات غیر قابل پیش بینی از طرف شورای ملی به تصویب میرسد. هرگاه مقامات مسئول مبالغ موجود در کد 91 را خلاف اهداف کد 91 استفاده میکنند، قابل استجواب و قابل پرسش هستند. همزمان با این، یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که در دوره حکومت وحدت ملی مجموع کدهای احتیاط باید 54 میلیارد افغانی می بود، اما این مقدار با 148 میلیارد ازدیاد به 202 میلیارد افغانی مصرف افزایش یافته است. بر بنیاد یافته های این نهاد، رهبری دولت از این طریق خواسته که با بهره گیری سیاسی از بودجه ملی افراد سیاسی را اداره، تطمیع و وفاداری مستمرشان را تضمین کند. اکثریت مصارفی که در کد 91 پالیسی انجام شده است قابلیت پیش بینی را دارد و باید در بودجه ادارات مد نظر گرفته می شد. اما این که این پول از طریق کد 91 به مصرف رسیده است یک موضوع سیاسی است. اطلاعات روز همچنان دریافته که رئیس جمهور و رئیس اجرایی دست کم 44 میلیون افغانی را برای خریداری آپارتمان، خانه و موتر زرهی به هدف استفاده افراد از کد 91 پالیسی پرداخت کردند. کد 91 ابزار شده برای رئیس جمهور غنی و به صورت کل نهاد ریاست جمهوری در راستای سوء استفاده و مصرف کردن پول بیت المال در راستای متاسفانه برنامه های شخصی و افراد شخصی. در این میان وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری گفته که اطلاعات روز مصارف یک ساله اداره ارتباط عامه به شمول معاش 30 نفر کارمند و ترانسپورت و معقول را سرجم کرده و با عکس او انتشار کرده است. ریاست جمهوری حکومت را متعهد به پاسخگویی و شفافیت در حسابدهی از مصرف ها دانسته و تاکید دارد که این گزارش سراسر مغرضانه و هدف آن ترور شخصیت است. این روزنامه گفته که بخشای عمده از بودجه از کد پالیسی غیر اصولی و به اهداف شخصی مصرف شده است. این دو مورد، این دو ادعا که صورت گرفته کاملا نادرست است. ریاست جمهوری و نهادهایی که مربوط ریاست جمهوری است و صاحب نهادها در هیچ حالت نمیتونه که
از کد 91 پالیسی به گونه غیر اصولی و یا هم برای اهداف شخصی او را به مصرف برسانه. بر بنیاد این یافته ها ده ها فرد دیگر شامل حکومت و بیرون از آن به گونه مستقل و مشترک بر اساس دستورهای رئیس جمهوری و رئیس اجرایی ده ها میلیون افغانی را از بودجه کد 91 پالیسی دریافت کردند. یافته هایی که حکومت پاسخی جز به اساس دانستن آن نمی دهد. آقای ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای تیموری سلام بر شما، وقتتان بخیر. ما دیدگاه شما را در مورد گزارش نشر شده در پیوند به کد 91 خواندم. شما مورد را سیاسی می دانین، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز. ما فکر می کنیم مصرف کردن و خریداری مثلا موتر زره، حتی خانه برای استفاده دولتی، این گونه مصارف غیر مشروع نیست و میتونه با اساس قانون و اصولی که در این زمینه وجود داره استفاده بشه. اما استفاده از این اجناس و خریداری از این اجناس به حکم رئیس جمهور و با قناعت رئیس جمهور و اینکه یک کس به رئیس جمهور دسترسی داشته باشه و اینا را خریداری بکنه و این تحت نام کد 91 پالیسی یاد میشه، فکر میکنیم یک روش کنترل، تطمیع کردن و تضمین وفاداری سیاسی به رئیس جمهور است. ولی چطور میشه یاد کرد که واقعا چنین کار از سوی رئیس جمهور صورت میگیره روی یک حلقه خاص؟ شما چه برداشت دارین؟ چرا باید چنین کار از سوی رئیس جمهور صورت بگیره؟ ببینید، در قسمت بودجه ملی افغانستان ما سالانه میلیاردها افغانی را به مصرف میرسانیم. اصول بودجه ای هست که شما بودجه را ترتیب میکنیم، بودجه از سوی وزارت مالیه به کابینه سپرده میشه و بعد از تایید و تصویب و توشی بودجه عملی میشه. اگر بودجه با همین سند عملی بشه و این یک پروسه اداری بسیار ساده و طولانی داره نسبتاً، اما نیاز به مداخله رئیس جمهور نداره. بله. تعداد زیادی از ادارات دولتی هستن موتر میخرن، مثل که در لست از آمده بود، تعداد زیادی هستن که سفر میرن و مصارف دارن و دولت اونا رو میپردازه، تعداد زیادی هستن که خرج دسترخان دارن و خرج دسترخانشان از بودجه ملی پرداخت میشه. اما چرا ما من حیث یک نهاد نظارتی و همچنان همکارا در اطلاعات روز روی از این انگوش گذاشتن؟ علتش این است که این از کد 91 پالیسی هست. کد 91 پالیسی طوری ترتیب شده که شما برای این که این مصارف را انجام بدین نیاز به حکم و امضای رئیس جمهور دارید و او هم شما نیاز دارید مسلماً دسترسی نزدیک به رئیس جمهور داشته باشین و در ضمن هر باری که برای هر مصرفی که شما میخواییم باز باید حکم رئیس جمهور دریافت بکنه. درست. این ما فکر میکنین یک نوع ایجاد یک ارتباط سیستماتیک غیر مشروع مقامات و اشخاص سیاسی به فرد رئیس جمهور است، به یک نوع تطمیع هست، نه اینکه امکانات حد اقلی را برای اشخاص سیاسی آماده کرده. ولی شما آقای تیموری واکنش حکومت افغانستان را در امین پیوند شنیدین و گفتن که مغرضانه است و تلاش برای ترور شخصیت ها. شما هم من حیث نهاده که نظارت میکنین در امر مبارزه با فساد کار میکنین، آیا کدام سند که واقعا نشان دهنده از این باشه که چنین کار صورت گرفته دارین؟ من فکر میکنم نهادهای نظارتی، نهادهای رسانه‌ای که این موضوع مطرح کردن با یک سلسله اسناد شواهدی را انجام دادن، با ارجاع به مواد قانون، با ارجاع به مصارفی که شده و با معیارهایی که در قسمت بودجه وجود داره را مطرح کردن. توقع ما از سخنگوی رئیس جمهور و از رهبری دولت افغانستانی هست که اگر اونا دیدگاهی دارن، دیدگاه خود با اسناد، با مواد قانونی، با توزیع، با معیاری را مطرح کنن. این کافی نیست که شما بیاین کارهایی که در این زمینه انجام میده این را کلمات مثل مغرضانه و غیر معیاری تلقی بکنین. بر اساس ماده 32 قانون مصارف و عواید عامه، حکومت میتونه 3% از کل بودجه ملی را به صورت کدهای احتیاط استفاده بکنه، اما حکومت به جای اینکه 3% را استفاده کنه در سالهای گذشته 5%، 10%، 15%، حتی در سالهای 18% مصرف کردن. ما از حکومت چیز دیگر نمیخواییم،
ما از حکومت قانون که خود حکومت ادعای تطبیقش میکنه، قانونی که خود رئیس جمهور امضا کرده، ما توقع ما تطبیق همین قانون هست. برای سقف کد 91 پالیسی یک سقف مشخص معیار تعیین شده، $1 میلیارد در سال گذشته بوده. چرا این سقف بلندتر رفته؟ قانون وجود داره، شما اگه سقف بلند میبرین نیاز به تایید پارلمان داریم. چرا این تایید پارلمان دریافت نمیکنین؟ اما ما میخواهیم بگم که نیاز است که شما بیاییم بر اساس یک سلسله معیارها و اسناد استدلال بکنیم، یک موضوع توجیه بکنیم. ولی این بار اول نیست که چون این گزارش های در مورد چگونگی به مصرف رسیدن کد 91 مطرح میشه. سال قبل هم اطلاعات روز در مورد کد 91 سال 97 گزارش نشر کرد و چون این مورد را اشاره کرد. و شما فکر میکنین که واقعا حکومت در واقع خودش میخواد که چونین به مصرف برسه پول های کد 91؟ من فکر میکنم حکومت به معیارهایی که از طریق قانون و معیارهای بین المللی مشخص شده، این معیارها را دور میزنن، این معیارها را عمدن پیروی نمیکنن و علتش هم واضح است. این معیارها را به خاطر پیروی نمیکنن که این معیارها از نفوذ سیاسی، از استفاده از منابع ملی برای منافع سیاسی اینا رو جلوگیری میکنه. شما نمیتونین میلیاردها افغانی را به مقاصد سیاسی به مصرف برسانین. درست. این برخلاف قانون اساسی، برخلاف قوانین نافذی کشور هست و همچنان معیارهای بین المللی هم در این مورد بسیار وضاحت دارن. تنها این رسانه ها و جامعه مدنی افغانستان نیست، همکارا در حکومت لطف کنن گزارش های بانک جهانی را مطرح ملاحظه بکنن. بله. گزارش های دیگه که روی بودجه ملی افغانستان جور شده اینا را ببینن. این ملاحظه در همه جا وجود داره. ولی اگر این نهادها را به کنار بگذاریم، ما میدانیم که نهادهای گوناگون مبارزه با فساد حکومتی وجود داره. فکر میکنین که چرا این نهادها در واقع برجسته نمیسازن چنین فسادهایی که در درون حکومت صورت میگیره؟ شما به سال 1397 مالی اشاره کردیم و بر اساس همون گزارش هایی که نشر شد، وزیر پیشین مالیه به لویس آرنوالی معرفی شدن، اما ما میدانیم که پروندهشان پیگیری نشده. بر اساس همون گزارش ها قطعیه از سوی پارلمان رد شد، اما میدانیم که اقدامات مختزی به تعقیبش انجام نشده. اصولا بر اساس قوانین افغانستان زمانی که یک اتهام سوء استفاده و نقض قانون از سوی رسانه ها و جامعه مدنی و مردم مطرح میشه، لویس آرنوالی افغانستان مکلفه که اینا رو پیگیری بکنه. اداره عالی تفتیش افغانستان مکلفه که این موارد رو پیگیری بکنن و مجددا برای مردم گزارش بدن. اما ما سال گذشته دیدیم که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در کنار مردم استاد نشدن، در کنار واقعیت ها استاد نشدن. اما متاسفانه نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هم زیر نفوذ سیاسی قرار گرفتن. بالای که نهادهای عدلی و قضایی هم زیر نفوذ سیاسی قرار گرفتند و در کنار مردم نیستن، رای حل چی است تا از مصرف یا حیف میل شدن پولهای کد 91 در سالهای بعدی جلوگیری صورت بگیره؟ من فکر میکنم هر بار حکومت افغانستان در دادگاه مردم مجرم شناخته میشه، در دادگاه مردم اعتبارش از بین میره، در دادگاه مردم مشروعیتش زیر پرسش میره. این چیز کم نیست و اگر کسایی که حکومتداری را میدانن و درس حکومتداری خواندن، این را باید بسیار جدی بگیرن. من میخوام برای هموطنان خودم بگم این بسیار یک چیز کلان است. وقتی که شما من حیث مردم، ما من حیث مردم این موضوع را میگیم که این موضوع غلط است، اما حکومت با چشم سفیدی به این موضوع پیگیری نمیکنن. این که نهادهای عدلی و قضایی را زیر نفوذ سیاسی خود گرفتن، من فکر میکنم نمیتونن از واقعیت موضوع و این که دادگاه مردمی اینا را غیر مشروع میدانن و عمل کردن را غیر مشروع میدانن، این یک کار بسیار بزرگ است. و من فکر میکنم در مرحله اول باید این دادگاه مردمی همیشه ادامه داشته باشه و در مرحله دوم و دراز مدت باید ما نهادهای عدلی و قضایی خود نهادهای مستقل بسازیم تا کسایی که در رهبری سیاسی دولت هستن اونا رو پاسخگو بسازن. بسیار تشکر از شما آقای ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان. در نتیجه انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی های دامان و ژیره ولایت قندهار، یک سرباز کشته و بیش از 30 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. مقام های محلی در قندهار می گویند که حمله بر ولسوالی ژیره با استفاده از یک تانک هاموی صورت گرفته است.
روز خونین برای باشندگان ولایت قندهار با انفجار دو موتر بم گذاری شده در دو ولسوالی دامان و ژیری. مهاجم مسلح سوار بر موتر بم گذاری شده حوالی ساعت 10 پیش از چاشت موتر حاملش را در مقابل ساختمان فرماندهی ولسوالی دامان منفجر کرد. در نتیجه این انفجار 33 تن به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. قندهار د دامان ولسوالی او امنیه کماندانی پر تعمیرونو باندې یو مازدا ډول موټر انفجار وکړي. د دې انفجار څخه سمدستي وروسته د ولایتي ادارې په هدایت باندې سیمې ته امبولانسونه ورسېدل. کوهان رویداد میگویند تمامی خانه های اطراف رویداد کامل تخریب شده و زیان های هنگافت به مردم ملکی وارد کرده است. جرلس کسه چه پیانجی اگه مو یوڑل دغه ته جرلستانه دلیه مو جوخ په دخونه سره ناسو انو دخونه پراوه نړی دلیه نو اگه وسګر سره زخمیانو چه پیانجی چا سر مات سوی د چا لاس خوشتوی د چا پشی نو خو د خرش پرایلاس ولې خو د داسه هفته سوینی دار کم آل دینو په جې حتی سره چا مو ور سوال دوری شپخانه ته موږ د مو شانه په دغه رقم کړی ته د کن بلیټ وګور نو بار زده مسلمان کار دی دغه څوک دغه رقم کوي نو په دغه کې دا کشنیان ماشومان جرلستانه سوارلستانه یا لپک شید نو دا به څه رقم سی. در انفجار در ولسوالی ژیری قندهار نیز یک سرباز ارتش کشته شده است. ولایت قندهار در روزهای گذشته گواه درگیری خونین میان افراد طالبان و نیروهای امنیتی افغان بوده است. تصمیم وزارت معارف برای انتقال دانش آموزان صنف‌های اول تا سوم از مکتب به مسجد واکنش‌های گوناگون را به همراه شده است. هرچند این وزارت هدف این تصمیم را تلاش برای محور قرار دادن جایگاه اسلام در نظام آموزش و پرورش خوانده، اما شمار از فعالان آموزش و پرورش این طرح را عجولانه، سیاسی و تلاش برای جلب توجه مردم می‌دانند. آنان می‌گویند که دلیل‌های وزارت معارف برای این تصمیم منطقی نیست. حتی این واکنش ها باعث شده تا وزارت معارف ظاهرا از تصمیمش پا پس بکشد و تفسیر دیگر از خبرنامه‌اش ارائه کند. ناوقت دیروز وزارت معارف با نشر این خبرنامه از تغییر در ساختار معارف کشور خبر داد و گفت که برای تقویت جایگاه اسلام در نظام آموزشی کشور دانش آموزان صنف های اول تا سوم در مسجد ها آموزش خواهند دید. وزارت معارف در این خبرنامه طرح تازه را یک تغییر مهم و بزرگ خواند و گفته که این طرح به یک برنامه عاقلانه و تطبیق تدریجی و گام به گام نیازمند است. اما این طرح از نخستین ساعت‌های پس از همگانی شدن تا حالا با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. شماری از فعالان آموزش و پرورش کودکان این طرح را بیشتر سیاسی می‌دانند تا فنی و تلاش برای تقویت جایگاه اسلام در نظام آموزشی. ای تر به طریقی که آمد به مردم شریک شد، بسیار از از نوع تفکر بسیار دقیق به مردم راه نشده، معلوم میشه که بسیار عجولانه به مردم راه شده و شاید یک بحث سیاسی باشه تا یکی یک بحث تکنیکی باشه که به کودک افغان چی تاثیر میکنه. بنان من فکر میکنم که شکل که مردم دارن که احتمال داره که یک تر پوپولیستی باشه به خاطر جلب توجه باشه شک دقیق تر باشه. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتقاد تند و توأم با شوخی و طنز به این موضوع واکنش نشان دادند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 4.5 میلیون کودک در کشور به مکتب دسترسی ندارند. باورها بر این است که معارف باید در جستجوی راهکارهایی باشد که زمینه آموزش را به گونه‌ای بهتر فراهم کند. در هر کجایی که باشد ما باید ریفورم معارف با اساس محتوا و دسترسی، یعنی کیفیت و دسترسی به تعلیم و تربیت طوری عیار کنیم که جوابگوی نیازمندی های فعلی کشور ما شما باشد. اما ساعتها پس از اعلام این طرح وزارت معارف از تصمیمش به گونه عقب نشینی کرد. سخنگوی این وزارت میگوید که از خبرنامه‌شان برداشت نادرست شده و منظور از آنان کسانی هستند که در بخش های دوردست زندگی می کنند و به مکتب دسترسی ندارند. در مناطقی که دسترسی به مکاتب وجود نداره و ما به شکل فیزیکی ساختمان مکتب را نداریم، مساجد را به مکان آموزشی یا به محیط آموزشی مبدل بسازیم و در اونجا نصاب تعلیمی وزارت معارف را تطبیق بکنیم.
خشونت در مدرسه های دینی در افغانستان و مبدل شدن شماری از مدرسه ها به مرکز های جلب و جذب مخالفان مسلح دولت از کودکان مورد هایی است که همواره نگرانی شهروندان و مقام های حکومتی را هم برانگیخته است. چند وقت پیش معاون نخست رئیس جمهوری در یکی از نشست های ششونیم خواستار بایومتریک شدن دانش آموزان مدرسه های پایتخت و ولسوالی های کابل شد تا از جلب و جذب آنان به صف مخالفان مسلح دولت جلوگیری شود. بانو فرشته کریم مسئول کتابخانه چهار مغز و فعال حقوق کودک برای بحث بیشتر اینجا در استدیو حضور دارند. بانو کریم سلام بر شما، بسیار خوش آمدین. چرا مخالف طرح برنامه وزارت معارف که یک بار مطرح کرد و بار دیگر رد کرد هستید؟ من فکر میکنم که وزارت معارف طرح را که مطرح کرده بدون از اینکه دلایل منطقی را ارائه بکنه مطرح کرده، بدون از اینکه به مردم وضاحت بده که بر اساس کدام دلایل منطقی و با مشوره با کیها وزارت معارف به این نتیجه رسیده. از این خاطر یک ابهام ایجاد کرده بین مردم و از این خاطر شما میبینید که اینا یک بار تصمیم خود به این داشتن که تمام شاگردان منتقل میسازن به مساجد و تا چند ساعت دیگه شیر تغییر دادن به شاگردایی که دسترسی به مکاتب ندارن. بنان میبینید که در داخل وزارت معارف هم اینا استادگی ندارن، بخاطر که تصمیمی را گرفتن به اساس منطق نیست. اگر استوار بر منطق می بود می آمدن و بر مردم می گفتن که منطقش چیست، دلیلش چی است و چطور می تونه که تاکید بر محوریت اسلامی دارن. اما آیا آل نظام تعلیمی ما بر اساس محوریت اسلام نیست؟ کدام موضوعات درسی ما است که مخالف اسلام است؟ چطور این کودک کمک میکنه که زیادتر به اسلام بیاندیشه؟ و گفته بودن در اعلامیشون که تفکیک که فعلا وجود داره اسلام را در حاشیه قرار داده. من فکر میکنم که زیادتر امو طرز تفکر خودشان نشان میده، نه اینکه اونا فکر بکنن که همین هدف مکتب رفتن بر کودک که صنف اول تا سی است چی است. آیا او کودک به مو منطق رسیده که زیادتر به اسلام فکر بکنه، یا اینکه یک پروسه بسیار تدریجی است که کودک نه تنها اینکه از مکتب، از جامعه، از والدینش که مسلمان است، از یک جامعه اسلامی که زندگی میکنه، از او یاد میگیره و به مرور زمان در مکتب در صنف بالاتر میاد میگیره. فعلا همین چیز جریان داره. اما چیز مهمی را که وزارت معارف فکر کرده که آیا کودک افغان باسواد میسازه یا نمیسازه. کودک از صنف اول تا سه هدفش چی است که خواندن نوشتن یاد بگیره. آیا این چیزا میتونه یاد بگیره یا نگیره؟ و مسجد آیا این فضا را داره یا نداره؟ شما فکر میکنین مسجد چون این فضا را نداره؟ من وقتی که درباره کودکای صنف اول تا سه فکر میکنم، من فکر میکنم که اینا به استاد مسلکی ضرورت دارن. استاد که آمادگی زیر داشته باشه، روانشناسی کودک داشته بفهمه، به یک فضای مثلا مسئول امن ضرورت داره که ما خودمون در مساجد میفهمیم که فضا چگونه است و امنیت و مسئولیت کودکان چقدر تامین میتونه بکنه. به نظارت بسیار دقیق ضرورت داره. آیا مساجد میتونه نظارت شوه؟ یعنی به مواد مومد درسی ضرورت داره که استادای ازی توانایی زیر داشته باشن که مواد مومد درسی را برشون یاد بتن. به کتابخانه که کودکا وقت در داخل مکتب میشه از کتابخانه مستفید میشه، از فضای بازی که در داخل ثانویلی مکتب میشه از اون مستفید میشه و یک مکتب جای بسیار خاص است که با مو هدف ساخته شده. وقتی ما میاییم یک جای دیگه که با یک هدف دیگه ساخته شده، هر دوی از اینا رو با هم دیگه یک جا میکنیم، من فکر میکنم این حتی به نماز گزاره کجا میرن اذیت ایجاد میکنن، نه تنها که به کودکا کمک نمیشه. بس بسیار مهم دیگه ای که این است که دستاورد 20 سال گذشته ما این است که کودکای ما به مکتب میره، سیستم جور شده، استادا آماده شده و کودکا چندین سال از تجربه رفتن دارن، یعنی یک سیستم آماده شده. چرا یک سیستم را که آماده شده ما او را خراب میکنیم، به یک جای یک سیستم نو از سر شروع میکنیم؟ در حالی که هدف ما بایدی باشه یک سیستمایی را که ساختیم او را ما بهتر بسازیم. شما فکر میکنین که ما به عقب برمیگردیم؟ یک شما هم در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که 100 سال پیش امان الله خان شاه یا پادشاه سابق افغانستان آمد و آموزش مدرن را انداخت. حالا دوباره ما میخواییم که به عقب بر بگردیم به 100 سال قبل. چون این باور هستین درست است؟ من فکر میکنم که ما حتی اگر می طرح را ما به پیش طالبان بریم، شاید برای اونام یک چیز بسیار تمسخرآمیز باشه. بخاطر حتی در دوره طالبان مکاتب بچگانه باز بود، حتی اگر بسیار محدود بود مکاتب بچگانه باز بود، نه ای که تمام مکاتب بسته شد و ما مساجد جایش تغییر بدیم به مکتب تبدیل کنیم. یک گپ باید فراموش نکنیم که مساجد نقش مهم خود داره. ما شما یک تعداد زیاد ما وقتی کودک بودیم میرفتیم قاید بغدادی رو میخواندیم و یک قسمت باسوادسازی ما یک کم کمک میکرد، اما هیچ وقت مسجد نمیتونه جای مکتب بگیره، مکتب نمیتونه جای مسجد بگیره. ولی در اعلامیه که در ابتدا پخش کرد وزارت معارف یک موضوع را مطرح کرد و گفت که هدف از اتخاذ این تصمیم تقویت هویت اسلامی است. فکر نمیکنین که با چنین راهکار هویت اسلامی اطفال تقویت شود؟ ما
من فکر میکنم که وزارت معرف باید از موضوع کودک‌ها را از سیاست جدا بکنه. ما کل ما میفهمیم که وزارت معرف ایره به دنبال مشکلاتی که با پارلمان ایجاد شدی ای طرح را مطرح کرد و منطق اضافه تر نداره از او. و بحث هویت اسلامی را که بگیم یک کودکی که در فضای اسلامی در کشور اسلامی بزرگ میشه، کتابای ما اینمیال تاکید دارن، کتابای مختلف هست که در سنین مختلف کودکان میخوانن، از تفسیر گرفته شده تا آداب اسلامی و موضوعات دیگه. در تمام این جریان کودک آهسته آهسته یاد میگیره. ضرور نیست که ما کودکا را به مسجد ببریم تا هویت اسلامی خود اونا پیدا بکنن. با خیلی کوتاه میخوام از شما بدانم، فکر میکنین که چرا وزارت معرف دوباره پا به عقب گذاشت؟ یک بس و دومی که اگر چنین طرح تطبیق می شد پیامدش چی بوده میتونست؟ من فکر میکنم که این طرح حتی از لحاظ تکنیکی عملیش قابلیت تطبیق نداره. اگر طرح ابتدایی را که اینا داده بودن به این معنی که ما تمام استادایی که از صنف اول تا سه را درس میدادن تمام از اینا رو ما از وظیفه‌شون میکشیدیم، کودکا رو میرفتیم در مسجد شامل میکردیم و این از لحاظ عملی شدن از این یک مقدار زمان بسیار طولانی را میگرفت، از بین بردن سیستم بود. بنان از لحاظ عملیش قابلیت امکان نداشت. دومی که والدین نمیماندن که این صورت بگیره. بخاطر والدین افغان به اینمی آگاهی رسیدن که میفهمن که مکتب جای خود داره، مسجد جای خود داره. بسیار تشکر از حضورتان بانو کریم. تا لحظات دیگر. ثبت نزدیک به 28,000 پرونده جنایی در 9 ماه نخست سال مالی از سوی دادستانی کل. تأثیر منفی ویروس کرونا بر اداره هوانوردی ملکی، کاهش بیش از 60 میلیون دلاری از عایدات این اداره. وزارت صحت آمد درخواست کرده که 16 میلیون دوز واکسین کووید 19 در سال آینده میلادی دریافت کند. معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت آمد می گوید این واکسین ها برای 20% جمعیت کشور بسنده خواهد کرد و چانه زنی ها برای دریافت 16 میلیون دوز واکسین دیگر هم ادامه دارد. همزمان در حالی که بر بنیاد تصمیم معاونت نخست رئیس جمهوری سالون های عروسی که قرار بود تا پایان ماه روان خورشیدی بسته باشند دوباره اجازه فعالیت یافتند. برخی پزشکان میگویند که فضای سالون های عروسی به مراتب خطرناکتر از محیط دانشگاه ها و مکتب هاست. تقلای افغانستان برای عقب نماندن از کاروان خریداران واکسن کووید 19. وزارت صحت عامه بودجه خریداری دست کم 16 میلیون دوز واکسن کووید 19 را از تمویل کنندگان به دست آورده و خرید این واکسن ها را برای سال آینده میلادی سفارش داده است. این واکسن ها برای 8 میلیون شهروند کشور بسنده می کند. وزارت صحت چانه میزند که 16 میلیون دوز دیگر هم خریداری کند. به اساس صحبتی که با جلالت ما رئیس جمهور داشتیم و نویدی که اونا به خاطر دادخواهی برای دریافت پول بیشتر بر سکتور صحت افغانستان دادن، ما برای 20% دیگه هم دنبال دریافت منابع هستیم که 40% نفوس افغانستان بتونیم در سال 2021 شامل برنامه واکسن بسازیم. افغانستان که با تهدید موج دوم کووید 19 روبروست، در یک شبانه روز گذشته بیشترین میزان مرگ ناشی از ویروس کرونا را در یک ماه پسین ثبت کرده است. بیشتر از یک نفر در هر ساعت. 32 مورد مثبت ثبت کردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 48133 رسانیدن. همچنین 202 مورد بهبود یافته و 27 مورد فوتی داشتند. نهادهای مسئول در روزهای پایانی ماه گذشته خورشیدی و بر بنیاد فیصله کابینه تصمیم گرفتند نهادهای آموزشی تحصیلی و نیز سالن‌های عروسی بسته شوند. اما شهرداری تنها چند روز پس از این تصمیم به سالن‌های عروسی اجازه داد تا فعالیتشان را از سر گیرند. به اساس هدایت معاونیت اول ریاست جمهوری اینا باز شدن و میتونن که محافل را و همچنان مواردی که اونجا برگزار میشه را با رعایت موارد صحی در نظر بگیرن و برنامه خود را پیش ببرن. در شرایطی که نگرانی از گسترش بیشتر کووید 19 وجود دارد، آیا تهدید فعالیت سالن های عروسی کمتر از دانشگاه هاست؟ هتل ها جایی است که تجمع تعداد زیادی از مردم، 1000 نفر، 500 نفر، 600 نفر در زیر یک سقف برای 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت می باشند. و اونا را اجازه دادن. بسیار زیاد خطرناک است. دانشجویانی که بیشتر روزهای سال تحصیلیشان در رخصتی کووید 19 گذشت از وضعیت کنونی چندان خوشنود به نظر نمی رسند. شیوع دوباره ویروس کرونا باعث شد که دولت
دانشگاه ها را زود هنگام تعطیل کنند. در حال که ما می‌بینیم تمامی اماکن عمومی، هتل ها، رستوران ها به فعالیتشان ادامه میده. اما این دلیل که تنها ویروس کرونا باشه دلیل منطقی نیست، چون امروز اماکن غیر اماکن باز هستند، هتل ها باز است، بازار ها باز است و غیر مجالس بزرگ باز است. در کنار ارزیابی های وزارت صحت از دانشگاه ها و مکتب ها، یافته های 3 هفته پیش این وزارت از ولایت هرات نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا به کووید 19 تجربه دست کم یک بار رفتن به هتل را در 1 یا 2 هفته پیش از ابتلایشان به بیماری کووید 19 داشتند. میزان فقر و بیکاری در افغانستان نسبت به سال پار کاهش یافته است. سروی جدید اداره احصایه و معلومات نشان می‌دهد که در سال 1399 میزان فقر در افغانستان بیش از 47% است که نسبت به سال پار 7.2% کاهش را نشان می‌دهد. اما بخش از این سروی آمده است که میزان فقر و بیکاری تنها در فصل بهار هنگام شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. سروی جدید اداره ملی احصایه و معلومات سروی ابتدایی از درآمد و مصرف خانوار است که 22 شاخص دارد و 34 ولایت کشور را پوشش داده است. این سروی برخلاف انتظارها و داده های نهادهای معتبر جهانی از کاهش میزان فقر و بیکاری در کشور سخن می زند. هرچند ویروس کرونا بخش زیاد از شرکت های جهان را زیان رسانده و میزان بیکاری را افزایش داده، اما در این سروی نشان داده شده است که میزان بیکاری امسال در افغانستان 18.6% است، تقریبا 4% کمتر از سال پار. بر بنیاد یافته های این سروی 54.4% مردم در بخش کشاورزی، 17.1% در بخش خدمات محلی، 10.7% در بخش ساخت ساز و 9.4% هم در بخش آبرسانی و مدیریت زباله ها مصروف کارند. معمولا حکومت ها و ادارات ملی و بین المللی با در نظر داشت ارقام و یافته های همچو سروی ها پالیسی های خود و منابع خود مطابق ازی بر سال بعدی و سال آینده خود تنظیم میکنند. میزان فقر نیز کاهش یافته و درصدی فقر از 54.4% به 47.3% کاهش یافته است. مطالعات ما نشان میده و تحلیل های ما که میزان فقر در سال 1399 سالی که ما قرار داریم 47.3% است و اگر مقایسه کنیم با سال قبل که 54.5% بود در حدود 7.2% کاهش نشان میده. سال 1399 مسئولیت غذایی نیز در کشور افزایش یافته است. تنها 37% مردم در کشور غذای مسئول ندارند. در بخش کشاورزی، آموزش، بهداشت و فقر چندبودی نیز در بخش از این سروی پرداخته شده است. زیر با سالهای گذشته داریم که از تکنولوژی برتر استفاده شده و درجه خطا انمو تحقیق را کاهش میده و میتونه یک سرفصل جدیدی برای تحقیقات در افغانستان باشه. سروی جدید اداره احصایه و معلومات در 1 سال تکمیل شده، اما انتظار می رود تا پایان ماه جدی نهایی شود. 70 میلیون افغانی هزینه برداشته و برای نخستین بار با استفاده از فناوری داده ها از 21,000 خانواده گردآوری شده است. دادستانی کل در 9 ماه نخست سال مالی 1399 به نزدیک به 28,000 مورد جنایی رسیدگی کرده است. دادستانی کل میگوید که بیشتر این موردها جرمهای جنایی بوده در کابل، ننگرهار و قندهار. نقش منصوبان نهادهای امنیتی هم در میزان جرمهای نظامی تا جای برجسته بوده است، 1740 مورد. دادستانی کل آمده که از دستاوردهایش در 3 ربع پسین سال جاری مالی کشور گزارش دهد. روز همه بخیر. دادستانی کل میگوید که در این مدت به 27872 موردهای مختلف جنایی در این اداره ثبت و به آن رسیدگی شده است. جرم های اخلاقی، قاچاق انسان، لتوکوف، فساد اداری، خشونت علیه زنان، اخاذه های غیر قانونی و مواد مخدر از مهمترین موردهایی است که در این مدت ثبت و به آن رسیدگی شده است. قضایه ایست مثل قتل، رهزنی، سرقت، جرایم اخلاقی، قاچاق انسان، لتوکوب اشخاص افراد، مجروحیت.
بیشترین رویدادهای جرمی و جنایی به ترتیب در ولایت‌های کابل، ننگرهار و قندهار به ثبت رسیده است. از سوی دادستانی کل میگوید که جرم‌های محیط زیستی در کد جزا پیش بینی شده و اگر شرکت‌ها بر اساس قانون عمل نکنند، دادستانی کل در همکاری با پلیس وارد عمل خواهد شد. مسئله محیط زیست یک مسئله مهم اساسی است. شما می‌بینید این قسم که تفنگ و چاقو و استفاده از وسایل دیگه کشنده است، این چیزایی هم که امروز استفاده میشه به خاطر گرمسازی یا به خاطر در شرکت‌های صنعتی و اینا، این هم کشنده است. این نهاد تاکید دارد که قضایای خشونت علیه خبرنگاران از سوی نهادهای رسمی به صورت جدی مورد تعقیب قرار میگیرد و در حال حاضر هیچ مورد خشونت علیه خبرنگاران در دادستانی کل بدون بررسی باقی نمانده است. با این همه دادستانی کل تاکید دارد که پرونده‌های فساد در مورد سوء استفاده از بودجه مبارزه با کرونا در ولایت‌های هرات و میدان وردک تکمیل و به محکمه فرستاده شده و در پرونده‌های مشابه در ولایت‌های بدخشان و نورستان موردهای جرمی وجود نداشته است. تا لحظات دیگر. احتمال وضع تحریم برخی کشورهای اروپایی بر ترکیه. اداره هوانوردی ملکی در روز جهانی هوانوردی ملکی میگوید که کرونا بیش از 60 میلیون دلار از عاید این اداره کاسته. رئیس این اداره تاکید میکند که کرونا همچنین نزدیک به 40 میلیون افغانی از عاید شرکت های هوایی کم کرده است. رئیس میدان هوایی حامد کرزی هم از تهدیدهای امنیتی ابراز نگرانی میکند و میگوید که زمین این میدان از سوی برخی زورمندان غصب شده است. روز جهانی هوانوردی ملکی، روزی که زمینه را برای تلاش پایان دادن مشکلها در بخش هوانوردی فراهم می کند. رئیس اداره هوانوردی ملکی می گوید سال 2020 میلادی زیانبارترین سال برای بخش هوانوردی ملکی بوده است. در این سال بیش از 60 میلیون دلار از عاید این اداره کاسته شده است. کرونا دلیل اصلی این کاهش درآمد عنوان می شود. در افغانستان هم ما شرکت های هوایی ما بیشتر از 40 میلیون دلار کسر عواید و ضرر را اینا گزارش کردن. در بخش عواید اداره هوانوردی هم ما تا کنون بیشتر از 60 میلیون دلار کسر عواید در مقایسه با سالهای گذشته داریم و پروازهای عبوری ما و تعداد مسافرین ما حدوداً 70% در مقایسه با سالهای قبل کاهش پیدا کرده. از این گذشته امنیت جدیدترین تهدید برای این پروازها و مسافران فرودگاه بین المللی حامد کرزه است. مقام ها در این فرودگاه می گویند تهدیدهای امنیتی به اوج رسیده است. در کنار این غصب بخشهای از زمین فرودگاه از سوی شماره از زورمندان بر مشکلهای این بخش افزوده است. ما تهدید امنیتی هم داریم، از این لحاظ از لحاظ اقتصادی اموال تجار به بسیار مشکل از داخل شهر به داخل میدان به خاطر انتقال ترانسپورتشان و کارگو بسیار به مشکل می رسه. در بخش هوانوردی افغانستان به گونه مستقیم 10,000 نفر مشغول کارند و صدها هزار نفر دیگر هم غیر مستقیم از این راه صاحب کار شدند. آقای حسیب الله سروش، معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی، برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای سروش سلام بر شما، وقتتان بخیر. در 15 اوت 98 انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی گفت که بر اساس ارزیابی هایشان خطوط هوایی بین المللی امسال به علت ویروس کرونا 1.5 میلیارد دلار ضرر میکنه. ویروس کرونا چی بالای اداره هوانوردی ملکی آورده؟ سلام و وقت شما بخیر. عرض و سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان شما. خدمت شما عرض شود که به صورت قطعی در تمامی سکتورهایی که موجود است و در بخش تجارت و توسعه در تمام سر تا سر دنیای تاثیرات خود گذاشت است که مشمول از او هوانوردی ملکی میشه و سکتور هوانوردی ملکی افغانستان هم از او برحضر نمونده و ما در حدود 60 میلیون دلار آمریکایی کاهش در عواید اداره هوانوردی ملکی در سال روان دیدیم. والای که بحران موج اول کرونا در واقع کمتر شد نسبت به موج اول، نسبت به ماهای قبل چندان شدت نداره ویروس کرونا. حالا وضعیت بهتر شده در اداره هوانوردی ملکی؟
یقینا خوشبختانه ما به موج اول از اون تانسته بودیم تدابیر لازمی خود بگیریم و سبب ازی شده بود که حتی ما بتانیم که شرکت های هوایی خود از ورشکستگی نجات بتیم و تمام کارمندا در حد زیادی بتانن به کار خود ادامه بدن. و در حال حاضر افزایش چشمگیری به میان آمده، تمامی اوورفلایت ها یا پروازهای عبوری ما در حد زیادی پس دوباره افزایش یافته، در حدود 180 تا 200 ما پروازهای عبوری از کشور خود داریم که خوشبختانه یک رقم خوبی هست، بازگشت به طرف آینده بهتر است. و همچنان در پروازهای بین‌المللی که ما داریم پروازهای خود از سر گرفتیم، استثنای چند کشور محدودی که مثل ترکیه هست و هندوستان هست که با یک محدودیت های انجام میشه، دیگه پروازها به صورت نرمال است و به پروازهای داخلی ما به صورت نرمال خود بازگشت. درست. در اوج ویروس کرونا ما میدانیم که آقای سروش پروازها متوقف بود، بخصوص به هندوستان، ایران، پاکستان. حالا بجز ترکیه و ایران که اگر اشتباه نکنم با سایر کشورها پروازهای متوقف داریم یا نه؟ ما فقط استثنان به پروازهای به ترکیه در حال متوقف نیست و به صورت رندملی یا بر حسب ضرورت انجام میشه که معمولا پروازهای دیپلماتیک هست و خاص هست، ولی پروازهای دیگه به ایران هم آغاز شده. پروازها به صورت نرمال به کشور امارات متحده عربی آغاز شده. در هندوستان ما یک راهکار جدیدی را از توسط اداره وزارت هوانوردی کشور هندوستان داریم که ایرلاین های ما میتونن که پروازه خود ادامه بتن، اما فقط شرایط خاصی داره که تنها میتونن کسانی که مریض هستن و یا دیپلمات هستن و یا دیپلمات های دیگه کشورات میخواین به افغانستان بیان و یا از افغانستان بخواین که از طریق هندوستان بیرون تر از او برن، از او طریق استفاده صورت میگیره. درست. آقای سروش، اوسط پروازهای روزانه چقدر است؟ در حدود 60 پرواز ما داریم روزانه از میدان هوایی کابل. بله. و در حدود 60 پرواز از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی داریم. همچنان در همین حدود در میدانهای هوایی بین‌المللی هرات و احمد شاه بابا. درست. حالا سر و صداهای موج دوم ویروس کرونا هم بلند میشه، شما میدانین چقدر احتمالش میره که دوباره پروازها متوقف شوه و چقدر اداره هوانوردی ملکی تدابیر بهداشتی را در میدانهای هوایی در نظر گرفته؟ بسیار سوال بجایی. ما در اوایل که ویروس کرونا گسترش یافت و شیوع یافت، ما در اوایل تدابیر خود داشتیم. میکانیزم ها و گایدلاین هایی که از طریق سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی و آیاتا یا انجمن ترانسپورت بین‌المللی در دسترس ما قرار گرفته بود، ما توانستیم از همو دستورالعمل ها و راهنمایی هایی که اونا داشتن مطابق از اون تمامی خدماتی که در میادین هوایی کشور و پیش میره مطابق از اون ما خودم عیار بسازیم و بتانیم خدمات خود را به طور نرمالش برای مسافرین خود داشته باشیم. و خوشبختانه در حال حاضر هم ما تمام تدابیر لازمه ای که وجود داره برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا و از گسترش از در بین مسافرین جلوگیری به عمل خواهد آمد. درست. آقای سروش، راهکار مشخص، استراتژی از پیش تعیین شده اگر احتمالاً موج دوم شدت پیدا بکنه و پروازها متوقف شود، شما دارین که از خسارات احتمالی وارده به اداره هوانوردی ملکی پیشگیری شود؟ یک تعداد از تدابیر در نظر گرفته شده و استراتژی های از قبل موجوده وجود دارد. ما چطور می توانیم جلوگیری بکنیم؟ شما می دانین که اداره هوانوردی ملکی یک سکتور خدماتی هست برای تمامی ایرلاین هایی که چی از فضای افغانستان عبور میکنن و چی به میادین افغانستان از او استفاده به عمل میرن، ما خدمات بر از اونها عرضه میکنیم که این ممکن است که در اثر شدت ویروس کرونا به یک ما دوباره بریم برای یک قرنطینه و احتمالا پروازها بر مقت مسدود شود. و به هر حالش همونطوری که ما تونستیم که در موج اول کرونا
تدابیر لازم خود داشته باشیم و پروازهای خود چی داخلی و چی بین المللی ادامه بدیم. ان شاء الله که ما با در نظر داشتم اون تدابیر ادامه خواهد یا ولی هیچ گفتن از این موضوع که آیا ممکن است که ما ضرر نکنیم، شما طوری که من قبلا برای خودتان گفتم بله. در حدود 40 میلیون دلار آمریکایی ایرلاین ها یا شرکت های هوایی ما متضرر شدیم و در همین حدود 60 میلیون دلار آمریکایی است کسر عواید اداری هوانوردی ملکی از سر ویروس شیوع ویروس کرونا داشت. درست آقای سروش، ولی تنها بحث ویروس کرونا نیست، تهدیدهای دیگر هم وجود داره. رئیس میدان هوایی آمد کرزی میگه که در واقع از تهدیدهای امنیتی ابراز نگرانی میکنه. چقدر از سوی حکومت توجه صورت میگیره به خاطر ایجاد یا تامین امنیت اداره هوانوردی ملکی و در کل میدانهای هوایی کابل و ولایت ها؟ شما بهتر میدانید که ما در تمامی میادین ما قطعات از پلیس سرحدی وجود دارن که تامین امنیت میدان هم میکنن و همچنان خدماتی که برای مسافرین از عبور کنترل مسافرین، پاسپورت های اینا را خروجی و دخولی زدن و همچنان ایمیگریشن که ما مینامیمش معمولا، این خدمات عرضه میشه. در عین زمان تدابیر خاص امنیتی هم بالوسیله نهادهای کشفی و استخباراتی ما در نظر گرفته میشه. اگر خدای ناکرده کدام تهدیدی باشه، از قبل تدابیر لازمه در زمینه از جانب نیروهای امنیتی ما در نظر گرفته شده. درست. و آقای سروش، در مورد پروژه رادار هم اگر کوتاه اشاره بکنید که کارش به کجا رسیده؟ پروژه رادار ما که یک پروژه بسیار با اهمیتی است و میتونه تاثیر مثبت در عواید کلی سکتور هوانوردی ملکی افغانستان داشته باشه و شما بهتر میتونید که همچنان میتونه که سبب از این شود که هر شای پرنده‌ای که در فضای افغانستان عبور بکنه، چی از سرحدات افغانستان و یا چی در داخل خود سرزمین افغانستان، ما میتونیم او را شناسایی بکنیم و کنترلش بکنیم و این سبب همچنان میشه که مسئولیت پروازی را در فضای حریم فضایی افغانستان بالا ببره که خوشبختانه یک ماه قبل یا بیشتر از او امو کیکاف یا شروع پروژه در صورت گرفته و شرکتی که متعهد به عرضه دستگاه ها به ما شده و نصب از دستگاه ها در میادین کشور و نقاطی که در نظر گرفته شده کار خود آغاز کردیم و پروسه تولید از او آغاز شده و تا 18 ماه آینده انشالله ما اولین راداری که در شهر کابل خواهد نصب شد و یک بخشی از افغانستان کوریج میکنه یا پوشش میده انشالله ما حتما خواهد داشتیم و تا 36 ما تمام پروژه به اکمال میرسه و تمام سرحدات افغانستان انشالله بعد از این تحت یا حریم فضایی افغانستان میتونه که تحت کنترل رادار افغانستان قرار بگیره. بسیار تشکر از شما آقای حسیب الله سروش، معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی. وزارت مالیه طرح بودجه سال مالی 1400 خورشیدی را برای تصویب به مجلس نمایندگان راه کرد. در این طرح کل بودجه سال مالی پیشرو 452 میلیارد افغانی پیشنهاد شده که 295 میلیارد آن بودجه عادی و 156 میلیارد دیگر آن بودجه توسعه است. ارائه طرح بودجه سال مالی 1400 به مجلس نمایندگان. وزارت مالیه میگوید که بودجه سال مالی آینده بر اساس واقعیت‌ها، منبع‌های دست داشته و اولویت‌های حکومت تنظیم شده است. مقام‌ها در این وزارت میگویند که مجموعه بودجه سال مالی 1400 452 میلیارد افغانی است که از این میان 259 میلیارد آن بودجه عادی و 156 میلیارد دیگر آن بودجه توسعه‌ای میباشد. مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1400 جمعاً مبلغ 452 میلیارد افغانی، من جمله 295 میلیارد افغانی بودجه عادی است و مبلغ 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی.
سطح عاید داخلی نیز در جریان سال 1400 خورشیدی بیش از 216 میلیارد افغانی پیش بینی شده است که 48% مجموعه بودجه ملی را تمویل خواهد کرد. حکومت میگوید از طریق سرمایه گذاری های مؤثر و تقویت بخش خصوصی عاید داخلی را افزایش خواهد داد. شماره از عضوهای مجلس نمایندگان از طرح بودجه سال مالی پیشرو انتقاد می کنند. حدوداً 48% بودجه ما، بودجه ملی ما از عواید داخلی ما تمویل خواهد شد. وزارت مالیه و تمام ادارات حکومت افغانستان مصمم است تا از طریق سرمایه گذاری در آینده نزدیک این هدف را به مراتب بالاتر ببرد. متوازن پراختیا په ټولو انکشافي پروژو کې او په ټولو ولایاتو کې مد نظر ونیسي، داسې ونیسي لکه د تیر کال یعنی د نن ویم کال بودیجه چې ځینې ولایاتو ته 60 پروژې په نظر کې نیول شوې وې او ځینې ولایاتو ته یوه پروژه هم نه وه. طرح بودجه سال مالی 1400 در حال به مجلس ارائه شده که تا پایان سال مالی 1399 حدود 13 روز دیگر باقی مانده است. وزیران خارجه کشورهای اروپایی به دنبال تنش‌های اخیر در شرق مدیترانه بر سر اکتشاف منابع گازی امروز وضع تحریم علیه ترکیه را بررسی کردند. اتحادیه اروپا دو ماه پیش همزمان با تنش‌های دریایی ترکیه و یونان به انقره هشدار داد که عدم توقف فعالیت‌های اکتشافی این کشور به پاسخ نخواهد بود. با این حال تصمیم نهایی درباره وضع تحریم علیه انقره قرار است در نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا گرفته شود. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا میگوید که انتخابات پارلمانی این کشور مشروعیت ندارد. رهبر مخالفان که انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور را تحریم کرده بود تاکید دارد که نیکولاس مادورو تلاش دارد با برگزاری این انتخابات دموکراسی و گفتگوهای مشروع سیاسی در این کشور را نابود کند. انتخابات پارلمانی ونزوئلا با وجود تحریم گسترده مخالفان سیاسی حکومت برگزار شد. انتخاباتی که مخالفان سیاسی آن را یک نمایش سیاسی و پر از تقلب می‌خوانند. بر اساس نتیجه ابتدایی نیکولاس مادورو کنترل پارلمان این کشور را به دست گرفته است. یک روز پس از این انتخابات رهبر مخالفان سیاسی حکومت این انتخابات را یک نمایش و تلاش برای کودتای قدرت می‌خواند. خان گوایدو قصد دارد از روز دوشنبه آینده برای ادامه کار پارلمان این کشور یک نظرخواهی عمومی برگزار کند. در هر صورت مادورو هیچ چیزی از انتخابات یکشنبه به دست نخواهد آورد، به جز اینکه دموکراسی، پارلمان و گفتگوهای مشروع را از بین ببرد. این از هدفهای مرکزی رأی‌گیری روز یکشنبه است. آمریکا و اتحادیه اروپا از برگزاری انتخابات پارلمانی در ونزوئلا انتقاد کرده و آن را نامشروع خوانده است. ناظران جهانی مانند اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای آمریکا از فرستادن هیئت‌های ناظر در انتخابات خودداری کردند. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهوری بر حال ونزوئلا این انتخابات را گامی به سوی بهبود آینده سیاسی این کشور می‌خواند. این انتخابات آغاز دوره بهبود ونزوئلا است. ما صبر و دانایی کافی برای این لحظه را داشتیم که منتظر بمانیم تا از این پارلمان مفتضح رهایی یابیم. رای دادن یک حق و یک مکلفیت است و باید آن را انجام دهیم. ما نباید خود را از این حق محروم کنیم. صادقانه بگویم که رای ندادن دموکراسی و تغییرات را تقویت نمی کند، به خاطر که تغییرات با اراده و یک مشارکت گسترده در انتخابات به دست می آید. خان گوایدو در آغاز سال 2019 خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا خواند و حدود 60 کشور از جمله آمریکا و آلمان از او به عنوان رهبر قانونی این کشور پشتیبانی کردند. اما او هرگز موفق نشد قدرت در ونزوئلا را در اختیار گیرد. شرکت‌های چینی و آمریکایی در سال 2019 بیش از 75% فروش کل جنگ‌افزارها را در جهان در اختیار داشتند. مؤسسه تحقیق درباره صلح جهانی استکلوم یا سپری می‌گوید که از 25 شرکت بزرگ فعال در بازار تسلیحاتی جهان در سال 2019، 12 شرکت آمریکایی 61%، شرکت‌های چینی 15.7% فروش جنگ‌افزار و دیگر
تجهیزات نظامی را به فروش رساندند. فروش جنگ افزار توسط این 25 شرکت تسلیحاتی بزرگ جهان با 8.5% رشد به 361 میلیارد دلار رسیده است. دو شرکت روسی نیز در این فهرست قرار دارند. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.